پدیده ای داریم به عنوان گروپ. گروپ خیلی جالبه. مثلا من اینجا آقای تعداد عکس هم اینجا کمه. حالا فکر کنید این 3 تا عکس رو با هم انتخاب کنم یا 4 تا. کلیک راست کنم، اینجا هنوز بهم نمیده. تکس میکنم، تک یا استاک، اینا گروپ از استاک. وقتی این کار رو میکنید یک گروپ اینجا تشکیل میشه که ممکنه شما این شکلی ببینیش، یعنی اینجا علامت های این بالا رو نبینی. خب یه ذره بازش کنی میبینی. خیلی جالبه که اگه اینجا پلیش رو بزنی عکسای توش رو تونتون بهت نشون میده. اینجوری کمکت میکنه برای اینکه یه تعداد عکس زیاد رو دسته‌بندی کنی. بعد اینجا هم میتونی خودت حرکت بدی. روی این علامت اگر بزنی گروپ باز میشه، دوباره بسته میشه، باز میشه، بسته میشه، باز میشه، بسته میشه، باز میشه، بسته میشه، باز میشه، بسته میشه. اوکی. اگر به اینجا استاک کنی، آن گروپ کنی، چه اتفاقی میفته؟ ببین الان عکس اینو باز میکنم، این عکس رو روش انتخاب کردم، با کلیک راست از داخل گروه میارم بیرون، آن گروپ فرام استاک. دوباره که اینو ببندم شدن 3 تا، دیگه 4 تا نیستن، یکشون آزاد شد. مسئله دیگه اینه که میتونید عکس ها رو کلن، چه گروه چه عکس، همه چی رو توی اینجا حرکت بدید و بعد چی شد؟ اومدن بیرون؟ گروه از دست رفت. یه گروه دیگه میسازیم. شما میتونی مثلا اینو که اینجا داری اینو بکشی به اینجا، چی میشه؟ عکسی که اینجا میبینی اومد بیرون. و بعد هم اینا رو میتونی جا به جا کنی. ببین جاشون عوض میشه. هر وقت هم خواستی میتونی چیکار کنی؟ میتونی سورتشون رو اینجا مثلا بگی الان منوئلیه، بذاری روی فایل نیم، دوباره برمیگردن اینجا. بعد اومدن اینجا میتونی اینو بیاریش فریم ریتش رو که مثلا حالا بهتون میگم چیکار کنی، ولی فریم ریتش میشه تعیین کرد. مثلا پلی که میکنی میزان زمان بندیش چقدر؟ 30 فریم بر ثانیه است. انیمیشنش رو میشونی تعیین کنی، مثلا بگیم 2 فریم بر ثانیه. ببین 2 فریم راحت تر عکس دیده میشه. پس این گروپ و آن گروپ که توی استاک در واقع معنی میده. اوپن هم که بکنی مثل اینه که گفتم در واقع روی این عددی بزنی. حالا چیز دیگه این نداره. این چرا اومد؟ دبل کلیک کردم. چیز دیگه این فعلا نداره. بخوای همشون هم بیاری بیرون، خب میگیری میکشی میاری بیرون، عکس ها رو گروپ اتوماتیک از بین میره. گروپ با یه دونه معنی نداره. حالا دیگه چیزی که یادداشت کردم اینجا بهتون بگم، آها ببینید، ما در قسمت ویو یه سلاید شو داریم به نام کنترل ال. اگر بزنید دستای منو ببینید، دستام اینجاست، دست روی کیبورد نیست، خودش داره عکس ها رو عوض میکنه. شما هر جا خواستی میتونی چیکار کنی؟ پاوز رو بزنی. من برم از عکس اول کنترل ال سلاید شو و دستا اینجا. ببین داره عکس ها رو تمام صفحه به شما نشون میده، خودش هم انیمیشن میکنه. هر وقت خواستی میتونی پاوز کنی، نگه میداره، دوباره میزنی پلی میکنه. پس این قصه در واقع شو هست، سلاید شو هست. حالا یه آپشن داره، آپشنش میگه شما هر عکستون چقدر طول بکشه، 5 ثانیه، 10 ثانیه، یا خودت اعلام میکنی چقدر، اون وقت میتونی تعیین کنی. حالا کپشن میخوای روش چیزی بنویسی، مثلا میخوای روش شماره صفحه یا
فول اطلاعات عکسو بذاری. اینم خاموش. میگه میخوای بکشم تا فیت بشه بنز صفحه. خب در این صورت عرض یا ارتفاع رو که فیت کرد دیگه کاری به باقیش نداره. یعنی مثلا اگر ارتفاع برابر با ارتفاع مانیتور شد دیگه عرضش رو کاری نداره. اما اگر این پایینی رو بزنی فیل، انقدر میکشه تا کل مانیتور پر بشه. نگاه کنید، من اینجا پلی میکنم، ببین انقدر میکشه، طبیعتا بخشی از عکسم از دست میره. برای اینکه اینو بتونه فیل کنه، پر کنه، این قصهشه. حالا کجا بودیم؟ ویو آپشن کنترل شیفته. میگه میخوای ریپیت کنم، یعنی برم از اول پخش کنم. این زوم بهت میده و این قسمت های خالی مانیتور مشکی میکنه برات. این هم ترانزیشن هاشه. مثلا اگر بگیم من زوم میخوام، عکساری که میاد عوض کنه با زوم عوض میکنه، یعنی مدل افکت بین هر دوتا عکسش متفاوته. میبینی؟ این برای اینه که یه موقعی جلسه ای داری، صحبتی داری، دیگه از تو خود همین نرم افزار سمینارتو بدی به راحتی، عکساتو باز میکنه و پلی میکنی. ترانزیشن هاش قشنگه، یعنی واقعا مکش مرگ ماست، عقل از سر میبره. ببین سلاید، ریویل، کروس فیر، رندوم، این رندوم بزنی همش رو استفاده میکنه. اینم از این، اینم اسپیدشه، یعنی مثلا میخواید زوم کنه چقدر طول بکشه. خلاصه اینم سلاید شو. حالا بریم قسمت بعدی. ماچ ماچ.